نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روزهای پنجشنبه و جمعه 17 و 18 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست با اشاره به آیه 195 سوره بقره و خود را به مهلکه و خطر نیفکنید فرمودند: روایات متعددی وجود دارد که در زمان امام صادق علیه السلام برخی از مردم برای زیارت امام حسین علیه السلام خود را در معرض خطر و مهلکه قرار می‌دادند و حتی بعضاً جان خود را از دست می‌دادند. در این حال امام صادق علیه السلام نه تنها آنان را از این کار نهی نمی‌کردند، بلکه ایشان را ترغیب و تشجیع به انجام آن می‌نمودند. معظم الله در ادامه با اشاره به این که خدای عزوجل عاشورا را از همه جهات بر دیگر مصیبت ها مقدم داشته فرمودند: لا یومک یا ابا عبدالله، و با آنکه مصیبت شهادت پیغمبر اکرم و شهادت امیرالمومنین و شهادت حضرت زهرا و شهادت امام مجتبی وجود داشته، اما مصیبت شهادت امام حسین اعظم از همه اینها بوده، لذا محرماتی در روز شهادت امام حسین نسبت به شعائر امام حسین حلال شده است، مثل آنکه انسان خودش را در معرض خطر و مهلکه بیندازد. ایشان با اشاره به این که شعائر شامل هر چیزی است که موجب تعظیم خدای متعال و تعظیم اهل بیت علیهم السلام شود فرمودند: دلیل این که تعظیم اهل بیت علیهم السلام نیز از شعائر الهی است این است که پیامبر اکرم فرمودند: کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، و هر آنچه که در عرف برای تعظیم مقام اهل بیت علیهم السلام انجام شود در حقیقت نوعی تعظیم شعائر الهی است. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه با جایز دانستن تدبیر و غمزنی در غیر از روز عاشورا به عنوان یکی از اعمالی که موجب تعظیم شعائر الهی است فرمودند: تنها ملاحظه‌ای که من بر این مسئله دارم این است که احیانا انجام آن در غیر از روز عاشورا موجب ترک آن در روز عاشورا نشود، وگرنه تدبیر و غمزنی در غیر از روز عاشورا برای امام حسین علیه السلام جایز است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. اگر لیول تجلیل اهل بیت، اگر ما دیدیم غیر مسلمان ها، مسلمان های غیر شیعه اینجوری میکنن برای شخصیاتشون، میبینیم اینا تعظیم دارن میکنن شخصیاتشون ها. تعظیم وقت این یعنی شعائرشونه، هر تعظیمی شعائر حساب میشه، چون شارع نفرموده شعائر یعنی چی. تو قرآن کریم فقط دو تا جزئی از شعائر ذکر شده: والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، ان الصفا والمروه، همین حدود شعائر ذکر نکرده.